60 سال پس از تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک چه فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته؟ حکایت ورزشکار مدال‌آور ایرانی که به کوه و دریا زد، آبان 98 نوجوان 16 ساله را به اردوگاه پناهجویان در سیسیل کشاند. من فقط میتونم اینو بگم، من اگر تو ایران نموندم یک دلیل بیشتر نداشت، هیچ آینده‌ای برای بچه‌هام ندارم. و قدم در مسیری پرخطر به امید زندگی بهتر، مهاجران ایرانی و افغان با گذر از کوههای آلپ خود را به اروپا میرسانند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. این هفته سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک 60 ساله شد. در این 6 دهه‌ای که از عمر اوپک می‌گذرد، این سازمان فراز و فرودهای پرشماری داشته، بحران‌های جهانی به وجود آورده و با بحران‌های دیگری دست و پنجه نرم کرده. بهرنگ تاجدین نگاهی کرده به تاریخچه این سازمان و آنچه در سال‌های آینده ممکن است در انتظارش باشد. سپتامبر 1960، نمایندگان ایران، عربستان، کویت، عراق و ونزوئلا در بغداد گرد هم می‌آیند و تصمیم می‌گیرند سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک را تأسیس کنند. در اون زمان کل صنعت نفت در دست چند شرکت چند ملیتی، اکثرا آمریکایی بریتانیایی بود که رئیس شرکت ملی نفت ایتالیا بهشون لقب هفت خواهر رو داده بود. این هفت شرکت بودند که میزان تولید نفت و قیمتش رو تعیین می‌کردند. وقتی این شرکت‌ها به صورت یک جانبه تصمیم گرفتن قیمت‌ها رو پایین بیارن و در نتیجه حق مالکانه کمتری به کشورهای نفت خیز بپردازن، سران پنج کشور بنیانگذار اوپک صبرشون لبریز شد و گفتن باید راهی برای کنترل قیمت نفت پیدا کنیم. ولی ریشه اوپک به قبل از اینها برمیگرده. داستان اینه که سال 1958 روزنامه‌نگاری به نام واندا جابلانسکی که هفته‌نامه اطلاعات نفت رو در می‌آورد، در هتل هیلتون قاهره بود و داشت با خوان پرز آلفونسو وزیر نفت ونزوئلا صحبت می‌کرد. وقتی عبدالله طریقی وزیر نفت عربستان رو در لابی هتل دید، این دو نفر رو به هم معرفی کرد. میگن جابلانسکی این دو رو به اتاقش دعوت کرد و اونجا بود که نطفه اوپک بسته شد. در طول سالهای بعد قطر، اندونزی، لیبی، امارات ابوظبی، الجزایر، نیجریه و اکوادور هم به پنج کشور بنیانگذار پیوستند. ولی شکلگیری اوپک و اتحاد صادرکنندگان به خودی خود باعث بالا رفتن قیمت نفت نشد. از 1960 تا 1972 قیمت هر بشکه نفت اعضای اوپک از 1.60 دلار به زحمت به 1.82 دلار رسید. سال 1972 برای اولین بار مصرف نفت آمریکا از تولیدش بیشتر شد و مجبور شدن به نفت وارداتی اتکا کنند. این نقطه عطف مهمی بود چون اهرم فشاری در اختیار بقیه تولید کنندگان نفت قرار داد. سال بعد جنگ یوم کیپور بین اعراب و اسرائیل آغاز شد و کشورهای عرب صادرات نفت به حامیان اسرائیل از جمله آمریکا را تحریم کردند. اینها در کنار کاهش تولید منجر به شوک نفتی 1973 شد. قیمت نفت به سرعت بالا رفت و سوخت در بعضی کشورهای غربی نایاب شد. ایران که اون موقع متحد کلیدی آمریکا و اسرائیل محسوب می‌شد، نقش مهمی در این داستان داشت، چون تحت فشار ایران و مخصوصاً شاه بود که اوپک قیمت‌ها رو بالا برد. ایران قبل انقلاب برخلاف کشورهای عرب به اسرائیل نفت می‌فروخت. در نتیجه در جریان بحران 1973 از فرصت بالا رفتن قیمت نفت حسابی سود برد. ایران می‌خواست قیمت خیلی بالایی تعیین بشه. دو سال بعد گروهی مسلح به رهبری این مرد معروف به کارلوس شغال به مقر اوپک حمله کردند. سه نفر را کشتند، در سالن بمب گذاشتند و ده ها نفر از جمله جمشید آموزگار وزیر کشور وقت ایران را گروگان گرفتند و به الجزایر بردند. ولی در نهایت با گرفتن باج آنها را آزاد کردند. با همه اینها روند صعودی قیمت نفت که از 1972 شروع شده بود تا سال 1980 ادامه پیدا کرد. در این سال بود که جنگی 8 ساله بین ایران و عراق، دو کشور بنیانگذار اوپک، آغاز شد. جنگی که به نشست اوپک هم کشید. در نشست سال 1980 اوپک در اندونزی، هیئت ایرانی عکسی از وزیر نفتشون رو گذاشتن روی میز. عراق تندگویان وزیر نفت ایران رو به اسارت گرفته بود. دوره پرتنشی بود.
ولی اوپک تونست از این مناقشه جون سالم به در ببره و همبستگی رو تا حدی حفظ کرد. دهه 80 دوره سختی برای اوپک بود، چون تولید نفت خارج از اوپک از جمله دریای شمال و آلاسکا داشت بیشتر میشد. این کار اوپک برای به قول خودش دفاع از قیمت نفت رو سخت کرد. همین بود که از میانه دهه 80 قیمت نفت سیر نزولی گرفت و در مقاطعی به کمتر از بشکه 10 دلار رسید. 4 سال پس از پایان جنگ با ایران، عراق کویت را اشغال کرد، تصمیمی که به جنگ اول خلیج فارس و تحریم‌های بین‌المللی علیه عراق منجر شد. از اون به بعد عراق استقلالش رو در زمینه نفت از دست داد. اینکه عراق چقدر نفت میتونست بفروشه به جای بغداد در واشنگتن یا جاهای دیگه تعیین میشد. این ضربه جدی به اوپک زد، چون یکی از مؤسسان سازمان از فرآیند تصمیم گیری حذف شد. دهه 90 احتمالاً نقطه حضیض و افول اوپک باشه. با آغاز قرن 21 اوپک و قیمت نفت جان تازه‌ای گرفتند. با قدرت گرفتن هوگو چاوز و رئیس جمهور شدنش، ونزوئلا دوباره رهبری پیدا کرد که دنبال تقویت اوپک بود و با همکاری رهبران کشورهای دیگه موفق شد اوپک رو دوباره زنده کنه. همزمان رشد چین هم که تا سال 2015 به بزرگترین مصرف کننده نفت تبدیل شد، به این کمک کرد. ظرف یک دهه قیمت نفت از کمتر از 20 دلار به بیش از 100 دلار افزایش پیدا کرد. اتفاقی که به ظهور پدیده‌ای به نام نفت شیل منجر شد، نفتی که در فرایندی پیچیده و پرهزینه با تزریق مواد به داخل لایه‌های سنگی و شکستن آنها استخراج می‌شود. سال 2009-2010 قیمت نفت خیلی بالا بود، حتی بشکه 127 دلار. این قیمت بالا امکان این رو به وجود آورد که از منابعی که قبلاً به صرفه نبود استخراج بشه. تولید نفت آمریکا که در ابتدای دهه 70 میلادی نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز بود، در 4 دهه بعد کاهش پیدا کرد و در سال 2008 به 5 میلیون بشکه در روز رسید. ولی با توسعه نفت شیل تولید به سرعت بالا رفت و سال 2019 به بیش از 12 میلیون بشکه در روز رسید. سال 2014 قیمت ها داشت پایین می اومد. اوپک و مخصوصا علی نعیمی وزیر نفت وقت عربستان این رو فهمید و تلاش کرد ائتلافی ایجاد کنه و روسیه رو راضی کنه که تولیدش رو در کنار اوپک بیاره پایین. آن تلاش ها در دسامبر 2016 به ایجاد ساختاری منجر شد به نام اوپک پلاس، اتحادی بین اوپک و چند کشور نفت خیز غیر عضو به رهبری روسیه. قیمت نفت دوباره سیر صعودی گرفت، تنش‌های داخلی هم. بعضی از تصمیم گیری های یک جانبه عربستان و روسیه و عدم پایبندی به سهمیه ها ناراضی بودند. دیدیم که وقتی مخصوصا روسیه و عربستان وارد جنگ قیمت میشن چه اتفاقی میفته. یک سری حتی باعث شد قیمت نفت منفی بشه. رفتار با روسیه با بقیه فرق داشته، چون اوپک به روسیه برای حفظ این سیستم نیاز داره، ولی روسیه واقعا شریک غیر قابل اعتمادیه، چون روسیه همیشه کاری رو میکنه که به نفع خودش باشه و این نارضایتی زیادی بین اعضای کوچکتر اوپک ایجاد کرده. سال 2018 قطر یکی از قدیمی ترین اعضای اوپک اعلام کرد پس از نزدیک به 6 دهه این سازمان را ترک می‌کند. شما فکر نمی‌کنین اصلا جایگاه اوپک و نقش اوپک داره به خطر می‌افته؟ چرا؟ فکر می‌کنم اوپک داره خیلی آسیب می‌بینه به این دلایل. چه کار می‌کنه؟ تکروی‌هایی که داره میشه اوپک رو داره آسیبای جدی بهش می‌زنه. ممکنه ایران همراه قطر رو پی بگیره؟ نه، ما اوپک رو ترک نمی‌کنیم، ولی اینها نشانه‌های خوبی نیست برای بقای اوپک که داره اتفاق میفته. ولی شاید بزرگترین چالش اوپک در 60مین سال فعالیتش اتفاق افتاد. همه‌گیری جهانی ویروس کرونا به سقوط سریع تقاضا برای سوخت‌های فسیلی و در نتیجه نزول بی‌سابقه قیمت نفت منجر شد. اوپک و متحدانش پس از مدتی لجبازی بین روسیه و عربستان با شدیدترین کاهش تولید در طول تاریخشان موافقت کردند. برای اولین بار در طول تاریخ یک رئیس جمهور آمریکا به جای اینکه بگه اوپک بده و باخت اوپک برد آمریکاست، کمک کرد اوپک و روسیه اوپک پلاس به یک توافق برسن. در نتیجه ممکنه، بعیده ولی ممکنه، آمریکا حاضر باشه یک سازوکار جهانی برای مدیریت تولید نفت شکل بگیره. ولی شاید چالش اصلی برای آینده اوپک موضوع داغ سالها و دهه های اخیر باشد، تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین، پدیده‌ای که جنبشی جهانی برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و در نتیجه کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به وجود آورده.
جنبشی که انگیزه برای سرمایه گذاری در نفت و گاز را هم کم کرده. فشار زیادی روی نهادهای مالی هست که به جای سوختهای فسیلی روی اقتصاد سبز سرمایه گذاری کنند و این به اوپک فشار میاره. به نظرم اوپک به جای انکار تغییرات اقلیمی باید اون رو بپذیره و کاهش تقاضا رو مدیریت کنه. با این تنش‌های داخلی، افزایش تولید رقبای اوپک و حرکت جهانی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، چه آینده‌ای میشه برای اوپک انتظار داشت؟ نفت همچنان ماده خام و منبع انرژی مهمیه. تا وقتی نفت مهمه، اوپک هم مهمه. ولی باید قبول کنن که دیگه مثل قدیما توانایی کنترل بازار رو ندارن. فکر نکنم دیگه هیچ وقت دوره مثل 1973 رو ببینیم. اوپک از بعضی جهات سازمانی منحصر به فرد است. نهادی که چند کشور در حال توسعه برای پاسداری از منافعشان ایجادش کردند و دست کم در مقاطعی موفق هم بوده، ولی در 60 سالگی این سازمان چشمنداز آیندهش چندان واضح نیست. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. یک نوجوان ایرانی که از قهرمانان ورزشی است به خاطر شرکت در تظاهرات آبان پارسال از ایران گریخته. او پس از طی 6 روز در آبهای آزاد خود را از ترکیه به ایتالیا رسانده. او که خواست هویتش فاش نشود، حالا در جنوبی ترین نقطه ایتالیا سیسیل در اردوگاه پناهجویان به سر می‌برد. گزارش پرهام قبادی را ببینیم با این هشدار که بعضی از تصاویر ممکن است ناراحت کننده باشد. مرز ایران اونور اینجا ترکیه است، یار ایرانه. قهرمان ورزشی ایران آواره در کوه و کمر، در حال فرار به ترکیه. نوجوانی که میگوید تنها جرمش شرکت در تظاهرات ضد دولتی آبان 98 بوده. تنها 16 سال دارد. قهرمانی که مسیر پیشرفت ورزش در کشورش را رها کرد و راه پرپیچ و خم مهاجرت را برگزید. امید خدا این برج دیدبانی ایران در مرز ترکیه. فرد به اصطلاح راه بلد از اینجا تنهایش میگذارد. مرز رو رد کردیم، حتی راه بلدم با همون نیومد. به ما گفتش این مسیر رو برید، این مسیر رو برید، اونجا اونو برید بالا. بعد اینکه رسیدید اونجا سری بودید. بعد تو کوه 15 ساعت تو کوه ما پیاده روی کردیم تا اون پاسگاه ها رو دور بزنیم که ما رو پلیس ترکیه ما رو نگیره. اما عبور از مرز تازه شروع مسیر پرفراز و نشیب دیگری است. اینجا در ترکیه همه این مهاجران منتظرند تا با یک ون به شهر وان و بعد استانبول بروند. 45 نفر آدم داخل یه ون 6 متری. داخل ون که بودم دستشویی نمیتونستم برم. ماشین نگه نمیداشت که ما یه دستشویی بریم. مجبور بودیم ادراری که داریم و داخل بطری بکنیم. از استانبول به آنتالیا میروند تا سوار کشتی شوند. مقصد ایتالیا. آغاز سفری حدوداً 2000 کیلومتری. ما رو سوار یه قایق توریستی کردن که طولش 13 متر بود، عرضش 4.5 متر. ما 6 روز و 5 شب داخل دریا بودیم. دستشویی نداشتیم. دستشویی روز اول کار میکرد فقط. روز دوم دستشویی کپ شده بود. ببخشید. پر ادرار شده بود دستشویی. هیچ کس دستشویی نمیتونست بکنه. 65 نفر توی قایق توریستی، انگار یه گله سگو شما داخل یه قفسی نگه داشتید. حتی ما نمیتونستیم دستشویی کنیم. هیچ خورد و خوراکی ما نداشتیم. چند روز ما گرسنه بودیم. آب برای خوردن خیلی کم بود. به ما 3 لیتر آب داده بودن. بعد از این همه مشقت، بالاخره ساحل سیسیل در جنوب ایتالیا به چشم میخورد. کشور مد، هنر، ساحل‌های زیبا، آفتاب گرم، پیتزا و پاستا و شراب دلپذیر. اما واقعیت در اردوگاه پناهجویان در ایتالیا رنگ و بوی دیگری داشت. اینجا اردوگاهی است که او حالا در آن اسکان دارد. کسافت کشیدن اینجا. خوش اقبال بوده که به اینجا رسیده. سالانه هزاران پناهجو جانشان را در دریا از دست می‌دهند. جای خوابم نداریم. زمین می‌خوابیم. بعضی ها رو چمنی، بعضی ها رو این سنگ ها می‌خوابیم. به تازگی به دلیل شرایط وحشتناک پناهجویان در یونان و بدرفتاری دولت راستگرای این کشور با مهاجران،
بسیاری ترجیح میدهند به ایتالیا بروند و این یعنی سفر دریایی طولانی تر و بسیار خطرناکتر. این تصاویر که به دست بی بی سی فارسی رسیده، گروهی از پناهجویان را نشان می‌دهد که موتور کشتیشان در وسط مسیر خراب می‌شود. مقصد آنها هم ایتالیا بوده. یک نفتکش رومانیایی آنها را نجات می‌دهد و به ازمیر ترکیه برمی‌گرداند. پناهجوها اما ناامید و معترض پیاده نمی‌شوند. حاضر نیست به هیچ وجه نده ترکیه زندگی کنن، نه به یونان برمه، چون یونان هم ظلم نکنن با مهاجر، خیلی بد رفتار. پلیس ترکیه در را می شکند و آنها را دستگیر می کند. تجربه ورزشکار نوجوان ایرانی نشان می دهد که رسیدن به ایتالیا هم پایان سختی ها نیست. آنچه در انتظار مهاجران است، اردوگاهی است کثیف با قضای نامناسب. با اینکه از نظر قانونی زیر سن محسوب می شود، با بزرگسالان در یک جاست. وضعیتشه. این برای من خیلی جای تأسف داره. کشور خودم که این همه براش افتخار آفرینی کردم، حمایت هم نکرد. اومدم اینجا که به بزرگترین آرزوهای خودم برسم، به المپیک برسم. حرف از امید و آرزو با وجود همه ناملایمات. آفرهان، ببخشید من یه سوالی ازتون داشتم. اگه اقامت کامل اون کشور رو دریافت کنم، میتونم پدر مادرم رو برای همیشه بیارم اون کشور؟ پرهام قبادی، بی بی سی. هزاران پناهجو که بسیاری از آنها ایرانی و افغان هستند، به امید رسیدن به زندگی بهتر راهی اروپا می شوند. اما گذر از راه‌های دشوار خسارت‌های جانی و روانی زیادی به جا می گذارد. مدتی است که این مهاجران قدم در مسیر جدیدی گذاشتند. جمشید گلمکانی سراغ بعضی از آنها را در شهر بریانسون گرفته، جایی در کوههای آلپ بین ایتالیا و فرانسه. بریانسون، 15 کیلومتری مرز ایتالیا، شهری کوچک با 12,000 جمعیت و سطح اقتصاد متوسط. به خوابگاه موقتی که از چند سال پیش عده‌ای از مردم شهر برای مهاجران سر و سامان دادن می‌روم. بر اساس تحقیقم از چند سال پیش مهاجران آفریقایی از بریانسون گذر می‌کنند، ولی آفریقایی کمتر به چشم می‌خورد. با تعجب حدود 20 مهاجر ایرانی و افغان را می‌بینم. مسئولان خوابگاه می‌گویند که از تابستان امسال برای اولین بار مهاجران این دو کشور از مرز ایتالیا رد می‌شوند. مهاجران به مددکار خوابگاه درباره مسیری که از افغانستان و ایران تا فرانسه طی کرده‌اند توضیح می‌دهند. بیشتر آنها مسیر مشترکی را پشت سر گذاشتند. ایران، ترکیه، یونان، گریک، آلبانی، مونتنگرو، چند تا کشور هم بود، بوسنی، کرواسی، اسلوونی، ایتالیا، ترکی، تو یرز، اوکی. ظرف 15 ماهی که توی این مسیرم، بالای 6000 کیلومتر من پیاده رفتم. 6000 کیلومتر خیلی هم. که بارها من مسیر اومدم تا نقطه صفرش که برسیم به اون کشوره، دوروی مرزش گرفته برگردونده صفر. من فقط میتونم اینو بگم، من اگر تو ایران نموندم یک دلیل بیشتر نداشت، هیچ آینده‌ای برای بچه‌هام ندارم. اومدیم تو خاک کرواسی. مهاجران میگویند که اطلاعات را از کسانی میگیرند که قبلا مسیر را رفتند. در این راه دشوار نقشه های روی تلفن های همراه کمک مهمی برایشان است. از ایتالیا که می‌خواستیم بیایم، ما دو تا راه داشتیم. از اینجا شروع میکنم، از کلایور. از کلاور ما اومدیم اینجا، یه مسیح کلیسا هست. اینجا اتوبوس دقیقا ما رو پیاده کرد، اینجا دقیقا کلیساه. از سمت کلیسا اومدیم سمت چپ، اومدیم داخل این راه. این راه ما اومدیم داخل جنگل، راه اومدیم مستقیم اومدیم تا به این نقطه رسیدیم. از این نقطه بازم راه ها ادامه دادیم
بعد از کنار کوه باز دوباره اومدیم مرز از این طرف رد کردیم که قلعه ها رو اینجا ما میدیدیم، چند تا قلعه این بالا بود. اینجا که رسیدیم فقط یه راه باریک بود که یک قدم میتونستیم بذاریم. سمت راستمون کامل دره بود، یعنی شما اگه یه لحظه تعادلتو از دست میدادی مستقیم ته دره بودی. بچه ها شب اومده بودن میگفتن بسیار خطرناک شب نیاد. شب اومدن از این مسیر بازی با جون. بخواستم خودم تنها بیام در عرض 4 ساعت 5 ساعت میتونستم بیام، ولی یکی از دوستان با هم بود، یکم مشکل تنفسی داشت، این مسیر 9 ساعت و نیم طول کشید برام. بسیاری میگویند حدود 7000 کیلومتر پیاده راه رفتند، اما غم‌انگیزتر سرگذشت زوجهای جوانی است که با فرزندان خردسالشان این راه دراز را آمدند. در میان آنها چند کودک در مسیر فرار به دنیا آمدند. کودکان پس از ماها زندگی در فرار و ترس فرصتی پیدا کردند که آزادانه جلوی خوابگاه مهاجران کمی جست و خیز کنند. مددکار خوابگاه به هر مهاجر چند برگه به زبان فرانسوی می‌دهد. این برگه ها از زبان مهاجر خطاب به پلیس می‌گوید که من در مرحله دادن تقاضای پناهندگی در فرانسه هستم. به این ترتیب شاید پلیس از دستگیر کردنش منصرف شود. مهاجران مدام پرسجو می کنند که بقیه مسیرشان را چطور ادامه بدهند. همه می دانند که از اینجا به بعد باید در یک کشور اروپایی که بهتر میزبانی می کند تقاضای پناهندگی بدهند. مقصد بیشترشان انگلستان است. با گوش کردن به حرفهایشان متوجه می شوم که اکثرا اطلاعات غلط و مبهم از شرایط پناهندگی دارند و درباره زندگی بهتر در اروپا بیش از واقعیت‌های موجود خوشبین هستند. هر روز عده‌ای جدید از مرز ایتالیا به بریانسون میرسند و عده‌ای راهی پاریس میشوند. آنهایی که پول خرید بلیط ندارند دیگر مهاجران به یاریش میآیند. هر نفر چند یورو می دهد تا او هم بتواند به راهش ادامه بدهد. مهاجران پس از سختی هایی که پشت سر گذاشتند دیگر نگران ورود به محیط ناآشنا نیستند. جمشید گلمکانی، شهر بریانسون، فرانسه. دو شرکت بزرگ گوگل و فیسبوک اعلام کردند که تا سال 2030، یعنی 10 سال دیگر، تولید گازهای گلخانه‌ای خود را به صفر می‌رسانند. دیوکسید کربن گاز اصلی گلخانه‌ای است که باعث داغ شدن زمین می‌شود. هم گوگل و هم فیسبوک گفتند که تا 10 سال دیگر میزان دیوکسید کربنی که جذب خواهند کرد از دیوکسید کربنی که در هوا منتشر می‌کنند بیشتر خواهد بود. صنعت فناوری‌های اطلاعاتی و دیجیتالی یکی از منابع انتشار گازهای خطرناک گلخانه‌ای هستند. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. خیلی ها نمی‌دانند استفاده از اینترنت آلاینده است. شما با هر کلیک و جستجو اینترنتی فرمانی را از راه کابل‌های زیرزمینی و زیرابی به انبارهای غول‌پیکر اطلاعاتی ارسال می‌کنید که برای تحویل اطلاعات مورد نظر شما مقداری کربن وارد هوا می‌کنند. گازی که انباشت آن در جو زمین باعث داغ شدن این سیاره و بحران اقلیمی شده. گوگل و فیسبوک اعلام کردند تا 10 سال دیگر کربن صفر می شود که این هم از طریق کاشت درخت و استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر ممکن می شود. در حال حاضر صدها هزار بانک ذخیره اطلاعات با مصرف فراوان برق مشغول سرویس دادن به کاربران دنیا هستند. مثلا اینجا در ایالت ویرجینیای شمالی در آمریکا که پایتخت اینترنتی دنیا به شمار می رود. یک کارخانه بزرگ زغال سنگ برق بانک‌های اطلاعاتی را تأمین می کند و گازهای خطرناک گلخانه‌ای را همزمان به هوا می فرستد.
ما مقدار زیادی اطلاعات رو روزانه پروسه می‌کنیم. برای انجام 24 ساعته این کار بانک‌های اطلاعاتی مقادیر زیادی انرژی مصرف می‌کنند. فیسبوک و گوگل هر دو از چند سال پیش تلاش برای تأمین انرژی برای سرورهای خود از منابع پاک را آغاز کردند. ولی دی‌اکسید کربنی که در زنجیره تأمین خود منتشر می‌کند همچنان آلاینده است. و این مشکلی است که تعهد دادند تا سال 2030 حل کنند. گوگل حتی یک گام فراتر رفته و گفته است که نه فقط تا 10 سال دیگر کربن صفر خواهد شد، بلکه جبران تولید تمام کربنی را خواهد کرد که از اول تأسیسش 22 سال پیش وارد جو زمین کرده. شما به تنهایی خیلی کربن زیادی با استفاده از اینترنت وارد جو زمین نمی کنید، ولی با وجود چند میلیارد کاربر قطره قطره جمع گردد، وانگهی هر سال 1 میلیارد تن دی‌اکسید کربن و گازهای گلخانه‌ای تولید می شود. این نزدیک به 1.5 برابر کربنی است که اقتصاد و صنایع سوخت فسیلی ایران هر سال وارد جو زمین می کنند. سهم اینترنت و تکنولوژی های اطلاعاتی در انتشار گازهای خطرناک گلخانه‌ای در دنیا 2% است. سهم صنعت هوایی هم 2% است. سهم گوشتخواری 20% و سهم عمران 40% است. قولهای صنایع اطلاعاتی و دیجیتالی شاید در زمینه حفظ حریم خصوصی به اصلاحات نیاز داشته باشند، اما در زمینه کمک به نجات زمین از خطر بحران اقلیمی سریع‌تر از صنایع آلاینده دیگر وارد عمل شدند. سیاوش اردلان، بی بی سی. ممنون که با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، بدرود.